الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره انعام رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 71 و انشاءالله آیاتی بعد از آن که در این نوبت بازگو میشود. این آیه مبارکه هم مانند بسیاری از آیات سوره مبارکه انعام با فعل قل آغاز می شود. پیامبر بگو. به بیانی می توان گفت که گویا سخنی رو حق در دهان پیامبر می نهد و شیوه ای رو از گفتن و احتجاج تعلیم رسول خیش می نماید. قل اندعو من دون الله. خب استعذار دارید، در آیات قبل هم یه شدت و یه خطاب سنگینی رو حضرت باری تعالی به پیامبر فرمود که برای تعیین مشی و سیاست کلی پیامبر و دیگران باشد. وزر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لحما، پیامبر رها کن اونها که دینشون رو بازیچه قرار دادن و به عنوان یک امر جنبی حاشیه‌ای و سرگرمی برای جریان منافعشون نگاه به این قضیه کردن و غرت هم الحیات و دنیا عاملون بود که فریفتگان زندگی دنیا بودن. و ذکر بهی ان تبسل نفسون به ما کسبت لیس لها من دون الله ولیون ولا شفیعون و ان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها. خیلی خطابه سنگین جامعه بود. اینها رو هشدارشون بده که نمیتواند مانع باشد هیچ نفسی آنی را که به دست آورده است و اکتساب کرده است از ماورای الهی که بتواند برای او ولایتی کند، شفاعتی کند، ولو این که بخواهد هر معادلی و عدلی هم در صحنه قیامت ارائه کند، کارسازی برای او نخواهد داشت. اولئک الذین ابسلوا به ما کسبو، این گرفتاری آدمیان رو به ما کسب با اونگاه شدت و حدت عذاب الهی رو در پایان آیه قبلی که به تفصیل مطرح کردیم. حالا با این گفتگویی که مطرح میشه، باز هم میبینیم حضرت حق ریشه یابیه هایی میکنن و یه تبیین هایی. بگو پیامبر انا دارو، آیا ما بخوانیم؟ آیا ما عبادت کنیم؟ استحضار دارید فراوان در قرآن دعا و عبادت جا به جای یک دیگر به کار برده می شوند. این در حدی است که بعضی از بزرگان دیگه اینها رو به نوعی معادل هم می دانند، دعا و عبادت، عبادت و دعا را. بگو آیا ما عبادت کنیم من دون الله ماورای الهی؟ ما لا ینفعنا،
آنی که هیچ انتفاعی برای ما ندارد و نفعی به ما نمی رساند و لا یضرنا و هیچ زیان و خسرانی هم در ما ایجاد نمی کند. آیا ما چنین کسی رو، چنین موجودی را برای عبادت، مبدعی رو برای عبادت برگزینیم و انتخاب کنیم؟ همون گونه که ملاحظه می فرمایید، برای عوامل خاصی در این آیه خداوند سبحان تأکید می کند و اون نکته ایست که به طور کلی زندگی ما آدمیان چنین قاعده ای دارد که انسان ها در مجموعه حیات خودشون در پیانند که بتوانند منافعی رو به سوی خودشون جلب کنند و احیانا تهدیدها و زیانهایی که گرفتارشون می کند از خودشون دور کنند. به بیان می توان گفت مجموعه اعمال شبان و روز ما انسان ها رو که بنگریم و بخواهیم تقسیم کنیم در همین قاعده می گنجد. بخشی از اعمال ما در شبانه روز کارهایی است که به خاطر کشیدن منافع و سود است و بخشی از اعمال ما رفتارهایی است که برای دور کردن زیان و خسران است. آیا غیر از این است؟ یعنی با این مبنا میشه اعمال 24 ساعته ی انسانها رو تقسیم کرد؟ یعنی زندگی انسان میجوشد در همین حالات، در این که منافعی رو بگیریم و زیانها این رو دور کنیم. به همین خاطر است که میبینید یکی از انگیزه های عمده عبادت و پرستش خداوند سبحان برای انسانها در قرآن همین نکته مطرح می شود، چون یه واقعیتی است که گویا در وجود آدمیان جای دارد. انسان ها خدا رو می خوانند به دلیل اینکه در مبنای توحیدی و تفکر توحیدی به این نتیجه می رسند که مالک منافع در وجود خداوند است. به عبادت هم اشتغال می برزند چون می دانند عاملی که می تواند زیان و ضرر رو از آدمیان دور کند حضرت اوست. خب این یه مبنای توحیدی است، یعنی واقعا میدانیم که منافع و اون چه خیر ما انسان هاست و اون زیانهایی که در وجود برای ما آدمیان دیده می شود و ممکن است ما گرفتار اون بشیم یا مستقیما توسط خداوند متوجه انسان میشه، یعنی یا مستقیم منافع رو خدا سود و فائده را حق در دامن انسان ها می نهد یا زیان و ضرر رو حوالت انسان ها می کند، یا مستقیم است یا غیر مستقیم. غیر مستقیم یعنی با جریان قواعد و اسبابی که در زندگی و در عالم وجود دیده می شود. خداوند قوانینی رو، سلسله علی رو وضع کرده است، راهکارهایی رو نشان داده است که آدمیان هنگامی که تن به این قواعد الهی می دهند پایان اون منافعی است که برای آنها پیش بینی می شود، منافع مادی معنوی. یه راهکاری رو و اصولی رو و قواعدی رو تکوینن و تشریعن خداوند چه به نظام طبیعی چه به نظام قانونی در وجود قرار داده است که انسان ها اگر تن به این قواعد ندن پایان اون زیان و خسران انسان هاست، منتهی می شود به هلاکشون، منتهی می شود به مشکلاتی که برای اونها پیش میاد چه در دنیا چه در آخرت. پس در مبنای تفکر توحیدی همانیست که مالکیت نفع و ضرر صرفاً از آن خداوند است و بس. اقرار میکنیم، ما بارها اعتراف میکنیم نسبت به خودمون به درگاه حضرت و میگوییم که پروردگار ما انسانهایی هستیم که لا یملک لنفعه لنفسه نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حیاتاً ولا نشوراً. این رو با افتخار میگیم و معتقدیم که ما مالکیتی در این جهت نداریم. انبیاء باشند یا اولیاء باشند یا انسانها و صلحا یا فساد هیچ فرقی نمی کند. در حقیقت اون منافع و زیان رو حضرت حق در وجود تقسیم فرموده است و قواعد اون رو تدوین کرده است. این خب یه مبنای کلی است. به همین خاطر انسانهای موحد توجه به حق می کنند تا از منافعی که او برای آدمیان متوجه کرده است مستقیم و غیر مستقیم برخوردار باشند و زیانهایی که به فرمان او به قواعد او تدوین شده است پیامدهایی است که برای انسانها میرسد برحذر باشند. این هیچ مشکلی نیست که وقتی بگیم این عبادت عبادت سودجویانه است،
یا عبادت این چنین است. نه، این در فطرت انسان هاست، در متن خلقت و آفرینش چنین ارتباط